قسمت از مجموعه سفر به چابهار به شرق سفر کرده ایم. در ابتدای این مسیر دریاچه صورتی داریم که مکانی دیدنی و تفریحی است. در میان مسیر به کوههای مریخی نیز سری بزنیم. در ادامه مسیر به سراغ بریس می رویم. بریس برخلاف وعده ها هنوز رسیدگی آنچنانی نشده است، اما مناظر فوق‌العاده بکر و زیبایش برای عکاسی حتما توصیه می شود. ببینیم مردم درباره اینجا چه می گویند. چند روز تو چابهار هستی؟ تازه دیروز آمدیم. خوش گذشت؟ بله خیلی خوش گذشت. این مدتی که در چابهار بودیم. سلام ممنون. بله خیلی عالی، طبیعت خیلی قشنگی داره. دوستایی هم که اومدیم، اسکله خیلی قشنگی داره، پتانسیل خیلی خیلی بالایی داره این مناطق. ولی خب چیزی که یه مقدار ناراحت کننده است اینه که به نظر نمیرسه خیلی روش سرمایه گذاری کرده باشن. مردم چابهار رو دوست داری؟ بله خیلی خونگرم هستن، خیلی مهمان هستن. چرا چابهار رو انتخاب کردیم برای سفر؟ از اسمش پیداست، چابهار، چهار فصلش بهاره. با وجود باجناق به این سرحالی که خوشحال میکنه و خیلی خوش میگذره. جای دیدنیه چابهار رو نمید؟ فعلا به سمت شهر، به سمت شرق چابهار که گوات رو منطقه دیدنی گریس و اینا اومدیم. ما بقیه شدیم که کلن منطقه محرومه دیگه. برخورد مردم خیلی خوب بوده، خیلی راه نمون میکردن، به سوالاتمون جواب میدادن و کلن خیلی کمک میکردن مردم. بسیار عالی. بعد چرا چابهار رو برای سفرتون انتخاب کردین؟ کلن چون که اکثر جای دیدنی شده دیده بودم توی اینترنت، دیدم جای خیلی قشنگ و بکری داره، برای همین تصمیم گرفتیم که به این دم سر بزنیم. کجای جای دیدنیش رفتیم؟ ما فعلا توی اقامتی که داشتیم اینجا سمت شرق چابهار رو بازدید کردیم و الان هم ایستگاه آخرمون بندر بریسه که گفتیم اینجا هم ببینیم و فعلا برگردیم تا فردا قسمت های دیگه چابهار رو ببینیم. راستش را بخواهید گوات هیجان انگیزترین بخش از سفر شماست. روستایی محروم و بکر که قایق ها میتوانند شما را به دیدن دلفین های دریای عمان ببرند. دلفین‌های بازیگوش که فیلم گرفتن از آنها، آن هم داخل قایق، خیلی سخت است. مجموعه سه قسمتی سفر به چابهار پایان رسید، اما سفر به چابهار و دیدن جاهای دیدنی آن پایانی ندارد. توصیه می‌کنیم حتماً سالی یک بار مهمان چابهاریا شوید. با تمام محرومیت‌ها، مردمان چابهار در مهمان نوازی کم نظیرند. مردمان خونگرم همچون آفتاب سرخ رنگش. خدا نگهدار.